مهرداد کبیر را کمتر ایرانی می شناسد. اگر او را با کوروش و داریوش مقایسه کنیم، اگر به اندازه آنها بزرگ هم نباشد، کمتر از آنها نیست. اوج شکوفایی قدرت سلسله اشکانیان را می توان دوره حکومت مهرداد دوم دانست. پس از درگذشت اردوان در سال 123 قبل از میلاد، پسرش مهرداد دوم ملقب به کبیر به جای پدر به پادشاهی رسید. هنگامی که او به حکومت رسید، ایران از هر سو آماج تهاجم اقوام مختلف شده بود. تجاوز قبایل بیگانه در 4 سال قبل که باعث کشته شدن 2